به زندگی من خوش اومدید. و بله، یه موضوع جالب اینه که همینطور که میبینین موهای من صافه و اگر من یه بار تو زندگیتون دیده باشید میدونید که من موهای 100% فر داشتم و هیچ وقت صافش نکرده بودم، اینجوری دارم که صاف بمونه و یکی دو بارم که امتحان کرده بودم هیچ وقت به این خوبی صاف نمونده بود. سلام، به یک گپ دیگه با من خوش اومدید. اگر تا الان سابسکرایب نکردید لطفا سابسکرایب کنید و این ویدیو رو شیر کنید تا از من و مطالبی که میسازم حمایت کنید. توی این ویدیو میخوام باهاتون راجع به فلوترپیا و اینکه چجوری ازش استفاده کنید باهاتون صحبت کنم. این محصول رو میتونید از آمازون بخرید. اصل این محصول مال برزیله و این خانومی هم که اصلا درست کنندشه انگلیسی صحبت نمی کنه. تا حالا یه دونه ویدیو من نتونستم از این به زبون فارسی و انگلیسی پیدا کنم و یکی از اون سخت‌ترین چیزایی که بود این بود که خیلی سخته، اطلاعاتی که روشه اصلا کافی نیست و به نظر میاد فقط به زبون خودشون نوشتن. ویدیو انگلیسی واسش وجود نداره، نه یوتیوب انگلیسی داره که اونم خودم درست کردم، نه فارسی که گفتم چرا نه به هر دو زبون برای شما هم بذارم. قیمتش 157 دلاره به کانادایی. قیمت توی ویدیو انگلیسیم نگفتم، نمیدونم چرا، ولی قیمت 157 دلاره. فلوترپیا ادعای اینو داره که موی شما رو صاف میکنه. موی من الان 2-3 روزه که همینجوری صافه، آب میخوره، دست بهش زدم، یعنی موی که همیشه فر بوده صاف مونده و با هم دیگه میتونیم استفایی که من انجام دادم و انجام بدیم که نتیجه شبیه همو داشته باشیم. دیسکلیمر، من کارهای مو انجام میدم و این کار رو به صورت تخصصی یاد گرفتم، پس اگر این کار رو شما تا حالا انجام ندادید و یا میترسید و اعتماد به نفستون خیلی به موهاتون وصله، بهتون توصیه میکنم که این کار رو انجام ندید. اما اگه مثل من خیلی ماجراجویید و دوست دارید چیزای جدید رو امتحان کنید، حتما اگر موهای فر یا وز یا حتی صافی دارید که خیلی بد حالت عصبانیتون کرده، من حتما بهتون پیشنهاد میکنم. بریم با هم دیگه ببینیم من چجوری ازش استفاده کردم. چون دفعه اول که روی سرم گذاشتم، چون اطلاعاتش حتی به زبان انگلیسی خیلی خلاصه است و خیلی عمومیه، نوشته مثلا چند دقیقه، خب چند دقیقه، 5 دقیقه، 10 دقیقه، 20 دقیقه، یه ساعت، هیچ اطلاعاتی ازش وجود نداره و انگلیسی هم نیست، همین اطلاعات واسشه. توی اون وبسایت که من خانم رو دنبال کردن نوشته بودش که شما اینو 20 دقیقه روی سرتون بذارید و بعدش بشورید. من 20 دقیقه روی سرم گذاشتم و شستمش، ولی نگفته بودش یا من دقت نکرده بودم توی پشتش که اصلا توضیح نمیده به زبان انگلیسی، اینه که شما باید نشورید موهاتونو. من اشتباه کردم، دفعه اول از شامبو و کاندیشنر استفاده کردم، اومدم بیرون و صافش کردم، بعد از 1-2 روز دوباره شروع کرد به فر شدن. بعد خوبیش اینه که خب الان میدونم یک دوباره میشه روی سرتون گذاشت، یعنی من خودم گذاشتم برای بار دوم، دوباره 20 دقیقه گذاشتم، ولی این دفعه که 20 دقیقه روی سر من بود، بعدش که تموم شد آب که کشیدم اومدم بیرون، موها رو با رولون سشواره که ازش حرارت هم میاد بیرون ولی نمیچرخه، صاف کردم از ریشه مو و بعدش از صاف کننده چی استفاده کردم که اینا رو جفتشون از آمازون گرفتم. این دوتا معرکن، حتما توصیه میکنم. پس از این دوتا استفاده کردم و بعدش موهاتون رو تا 24 ساعت نباید بشورید، بذارید همین جوری این هیت تریتمنت توش بمونه و قفل بشه. اگر کاری میخواید انجام بدید این که دوباره بعد از 24 ساعت دوباره موهاتون رو صاف کنید، نه که دوباره اینو استفاده کنید،
فقط دوباره موهاتون رو صاف کنین. وقتی که دارید اینو روی سرتون استفاده میکنین، یکی از بهترین شیوه‌ها که خودشم استفاده میکنین که یه ظرف پلاستیکی برداری، از این ظرفای رنگ کردن و از این برش‌های پلاستیکی، هیچ کدومش نباید فلزی باشه. من اینو کامل مثلا نصفش رو پر کردم و کافی نبود برای نصف سرم استفاده کردم، این دوباره شه دیگه، یه دوباره یه دونه دیگه سفارش دادم و این محصول با یه محصول تقویتی موهای بلند میاد که اونم سفارش دادم. هر موقعی که بیاد هم ویدیو ازش میگیرم هم استفاده میکنم که ببینیم واقعا منم مثل موهای اون دختره 100 سانت میشه موها و صاف. صاف کردنش که راست میگفت و صافش درست شده، آگوی پردر. ببینیم که توی ویدیوهای بعدی و وقتی که واقعا رو میرم استپ بای استپ انجام میدم براتون ویدیوهای دیگر رو میذارم. فکر میکنم همین برای شروع کار کافی باشه. اگر دوست دارید ببینید چی بوده، من خودم دیگه موش آزمایشگاهی شدم امتحان کردم، میتونید به فلوترپیا اعتماد کنید.